پشت پرده امضا شده، همش هم توی هیاهوی اسرائیل و فلسطین گم شد. اون شد خطای دید و اصل هدف و ماهیت این چیزیه که الان در یک دقیقه صحبت آقای نتانیاهو شما خواهید شنید. منتها این ویدیویی که الان گذاشته میشه ترجمه یه که صدای آمریکا روش گذاشته بود، ترجمه همزمان. ویدیوی اصلی، ویدیوی اورجینال این هم که به زبان انگلیسی است، قرار بود یکی از دوستان یه دقیقه شو برای ما جدا کنه بفرسته که نمیدونم چه اتفاقی افتاد نفرستاد، ولی اونو بعدا توی کامنت میذاریم که اون کسایی که انگلیسی رو میدونن خودشون برن و واژه های کلمات انگلیسی رو قشنگ گوش کنن و اگر معنی غیر از این معنی که الان مطرح میشه داشت میتونید در موردش به قول معروف بیاید اون زیر نظر بذارید. یعنی در حقیقت توی سخنرانی آقای نتانیاهو در کاخ سفید رسما اعلام شد که اون طرح سند کیونیم یا اسرائیل بزرگ کلید خورده و پشت پرده توافقهاش انجام شده و در اون طرح اسرائیل بزرگ تحت نام اسرائیل بزرگ دقیقاً غرب ایران، شمال غربی ایران و جنوب غربی ایران از یک سو، شمال شرقی ایران، شرق ایران و جنوب شرقی ایران از سوی دیگه، این دو شاخه به موازات هم میاد پایین و این قسمت ها از ایران جدا خواهد شد. اون کسی هم که میاد میگه نه ایران تجزیه نمی شود، ایران فلان نمی شود، همین الان ما با سند به شما نشون میدیم که ایران تجزیه شد، دریای کاسپیان ایران رفت و این آقایون و خانوم ها هنوز درگیر اینن که طرفداران پادشاهی آدمای فحاشی هن و آدمای فاشیستی هن. اون خطای دیده است، این قسمت طرفداران پادشاهی اینجوری هن، این همون خطای دیده است که باید برای یه سری ها به کار برده بشه. جناب کمالپور، صحبت های آقای نتانیاهو رو لطفا بذارید. قرار دادید در نقشه سالتون اسرائیل در اونجا خواهد بود و اسرائیل حاضر خواهد بود فوراً درباره صلح با اونها، با فلسطینیان مذاکره بکنه، فوراً بدون توجه به تصمیم فلسطینیان، اسرائیل حفظ و حراست خواهد کرد مسیر صلح رو در سالهای آینده. به مدت 4 سال اسرائیل حفظ و حراست خواهد کرد وضعیت رو در جاهایی که نقشه شما نمیگه حتما در آینده جزو اسرائیل خواهد بود. قوانین خودمون رو در اردن پیاده خواهیم کرد، رو جوامع یهودی در سامره و جاهای دیگری که نقشه شما اونا رو شامل نمیشه در حال حاضر، ولی ایالات متحده قبول کرده که اونها رو به رسمیت بشناسه به عنوان بخشی از خاک اسرائیل. من دوست دارم این نکته رو. بله جناب قاسمی بفرمایید، تمام شد. خب دوستان، این جمله رو شاید خیلیاتون شنیدید ولی اصلا متوجه نشدید این آقا چی گفت. آقای نتانیاهو در حقیقت داره میگه که اسرائیل، اولا این طرحی که صحبت شده دارن میکنن یه طرح کوتاه مدت داره، یه بلند مدت داره. 4 سال اولش کوتاه مدت، 10 سالش بلند مدت، یعنی اینها برنامه‌ای که ریخته شده برای اون قسمت نهایتاً 10 سال آینده است، ولی تو 4 سال آینده سیاست کوتاه مدتشی که اگر بتونن یه سری کار رو انجام بدن اون نقشه 10 سالشون هم به قول معروف به نتیجه میرسه. اما صحبتی که آقای نتانیاهو کرد دوستان این بود، گفت نقشه سند معامله قرن یا سند صلح خاورمیانه، خیلی جالبه، طرح صلح خاورمیانه برای دوتا پسرعموی به اسم اسرائیل و فلسطین. خب چرا طرح صلح این دو تا پسرمو نه؟ چرا طرح صلح خاورمیانه؟ چون خاورمیانه کشورهایی هستن که دنبال درصدن، دنبال سهم خودشونن و باید همه توافق کنن روی طرح جدیدی که قراره توی خاورمیانه اتفاق بیفته. همه باید توافق کنن و این وسط بازنده اصلی ملت ایران. اما آقای نتانیاهو داره میگه که اسرائیل به اراضی که امروز در سند شما نیامده اسمشون، اما خوشحالم که دولت ایالات متحده تعهد داده که این سرزمین ها رو در آینده
جزو خاک اسرائیل به رسمیت بشماره. شما اگر برید اون منطقه رو نگاه کنید، شاید خیلی ها مثلا بگن که نه منظورش یه محلی بوده اونجا توی مثلا نوار غزه، یا یه محلی بوده اون پشت مثلا دوربر صحرای سینا، یا یه محلی بوده این پشت پشت هم خواسته اون محل رو بگیره. نه اینجوری نیست. وقتی صحبت میکنه آقای نتانیاهو از اردن میگه و از سامرا میگه، همه دوستان میدونن سامرا تقریبا در قلب عراقه، یک شهریه که همه دیگه یکی از شهرهای بزرگ عراقه، و ایشون صحبت از اردن میکنه و از سامرا میکنه. فکر نمیکنم سرزمینی این وسط بین اسرائیل و فلسطین باشه مورد مناقشه که اسمش سامرا باشه در عراق. و آقای نتانیاهو داره اینو این پیام رو میده، میگه اون توافقات پشت پرده انجام شد و اراضی یا سرزمین هایی که در این سند اسمشون نیمده اما در آینده این سرزمین ها جزو خاک و سرزمین اسرائیل خواهند بود. این در حقیقت همون اگه جناب مهربانی باشن جناب جوابگو یه بررسی کنید که بیان اون سند کیونی توضیح بدن، این در حقیقت در روند پیاده کردن همون سند کیونیم هست که نتیجهش میشه اسرائیل بزرگ. حالا چرا این مسئله داره اتفاق میفته اینم توضیح بدم، بعد یه بار دیگه این جمله رو جناب کمالپور لطف کنم بذارم. دوستان ببینید، کشور آمریکا چون از نظر این قسمتش نظر شخصی منه، حالا میتونه جناب کمالپور نظرش رو بگه اینجا، کشور آمریکا و سیاست حکومت آمریکا، نه دولت آمریکا، حکومت آمریکا اینه که از خاورمیانه، چون آمریکا الان از نظر انرژی غنی شده، مثلا خودش صادرکننده بزرگ و صادرکننده اول نفت در دنیا شده، و چون دولت آمریکا الان یک منطقه تجاری باید پیدا کنه که بتونه گلوگاه تجارت جهان رو هم دستش بگیره، بهترین جایی که میتونن این کار رو انجام بدن دریای چین و دریای ژاپنه، چون اون گلوگاه که اتفاقا آمریکا حضور آنچنانی نداره در اون منطقه، بالای 4 میلیارد جمعیت جهان رو اینا از نظر بیزینس میتونن روش تسلط داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی وقتی دریای چین و دریای ژاپن رو آمریکا بتونه تحت کنترل خودش نگرداره، 1 میلیارد خورده جمعیت چینه، از اینکه 1 میلیارد و 700 میلیون جمعیت هنده، و اون مردم اون منطقه رو آمریکا میتونه از نظر بیزینس، الان از نظر انرژی فوله اوله، باید از نظر بیزینس گلوگاه بیزینسی هم تو دست بگیره و باید بره اون منطقه. حالا که میخواد بره اون منطقه، باید این منافعی که در خاورمیانه در طول این سالها کشف کرده و گرفته و هر کاری کرده، اینو باید یه سری نگهبان، یه نگهبانی بالا سرش بذاره که اینجا منافعش تکمیل بشه، بره اونجا و بتونه منافعش رو جدیداً پهن کنه. همه این مسائل هم که دارم براتون توضیح داریم میدیم اینه که مادر اصلی اینا، یعنی اتاق فکر اصلی این مافیا، هیچ کجا نیست به جز کشور انگلستان. یعنی انگلستان هم پدر آمریکاست، هم پدر اسرائیل و هم پدر روسیه است. حالا آخوندها رو که اصلا بریزید سطل آشغال، اینا نوکرای در خونهشون هم نیستن. و تمام این بازوهایی که شما دارید میبینید از اتاق فکر انگلستان بیرون میاد و الان هم میبینید اصلا توی سیاست جهانی هم نیست، ولی همه کارا رو این داره میکنه و امتیازش هم میگیره. بفرمایید جواب کام اون ویدیو رو بعدا لطفا یه بار دیگه بذارید. حتما ویدیو رو بذارم. جناب مهربانی هم نیستن رایتی که نیستش جناب مهربانی، قرار دادید در نقشه سرتون اسرائیل در اونجا خواهد بود و اسرائیل حاضر خواهد بود فوراً درباره صلح با اونها، با فلسطینیان مذاکره بکنه فوراً بدون توجه به تصمیم فلسطینیان. اسرائیل حفظ و حراست خواهد کرد مسیر صلح رو در سالهای آینده. به مدت 4 سال اسرائیل حفظ و حراست خواهد کرد وضعیت رو در جاهایی که
در جاهایی که نقشه شما نمیگه حتما در آینده جزو اسرائیل خواهد بود، قوانین خودمون رو در اردن پیاده خواهیم کرد، رو جوامع یهودی در سامره و جاهای دیگری که نقشه شما اونها رو شامل نمیشه در حال حاضر، ولی ایالات متحده قبول کرده که اونها رو به رسمیت بشناسه به عنوان بخشی از خاک اسرائیل. من دوست دارم این دکتر. بله دوستان شنیدید. جان مهربانی الان چند دقیقه اگر اجازه بدید الان میگیرمتون، سپاس. یکی از مهمترین مسائلی که من میخوام بهش امروز بپردازم، یعنی در کل میخوام به ماهیت روانشناسانه مردممون بپردازیم، روانکاوی کنیم جامعه رو. چطور امکان داره هر انسانی در هر شهری در هر جایگاهی که زندگی میکنه مواظب کیف پولش هست، مواظب موتورسیکلتش هست، مواظب ماشینش هست که کسی ندزده، مواظب لباسش، کیف لباسش، چمدون لباسش هست که کسی ندزده، چطور امکان داره که اگر یک شخصی از یه محله دیگه‌ای بخواد بیاد خونه ما رو تصرف عدوانی بکنه ما باش می جنگیم، میگیم این خونه مال منه، من پول دادم خریدم یا خودم ساختمش، اصلا تو کی هستی که اومدی اینجا؟ اما در یک همچین شرایطی که از نظر محدوده جغرافیایی یه مقدار وسیع‌تر میشه، یعنی میرسیم به کشور در سطح کلان میخواییم بهش نگاه کنیم، بنیامین نتانیاهو از اسرائیل، دونالد ترامپ از آمریکا، این اجازه رو به خودشون میدن در رابطه با هر بخشی در خاورمیانه که به اونا اصلا ربطی پیدا نمیکنه صحبت کنن و ازش به عنوان معامله قرن یاد کنن. اما من شما ایرانی یا ایرانیایی که این همه باز اول فیلم گفتم مدعی هستن، نه تنها اعتراض نمی کنیم به این که آقا شما دارید خاک ایران رو واگذار میکنید، به شما چه ربطی داره اموال ما ایرانی رو واگذار کنید؟ آقا شما دریای خزر رو بخشیدید، جمهوری اسلامی هم قبول کرد چون ایرانی نیست، اما این اموال نه برای جمهوری اسلامیه نه جزو اموال ماترک یک کسی که مرده باشه و الان ورثش مثلا جمهوری اسلامی باشه بخواد بیاد ببخشه، نه به شما ربطی داره که دریای خزر رو بخشیدید در یک معامله سیاسی با روسیه. همون موقع در همون اسناد در زمانی که کمیسیون دریای خزر امضا شد، رژیم حقوقی دریای خزر رو امضا کردن 5 تا کشور، ما یه مطلبی رو بهش پرداختیم که کسی گوش نکرد. در پروژه نفوذ در قلب دشمن که ما تماس میگرفتیم با نماینده های مجلس آخوندی، چندین بار اعلام کردیم، نه اونها فهمیدن که ما داریم چی میگیم، نه هممیهنانمون گوش کردن. یک شخص دیگه نمیدونم، فکر کنم دکتر حقوق بین الملل بود، ایشون هم اشاره کرد چون درست فهمیده بود که واگذاری دریای کاسپین، پیش درآمد واگذاری خلیج فارس، دریای عمان، تنگه هرمز و 3 جزیره ایرانی، تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسی خواهد بود، اما کسی متوجه نشد. و ما ایرانی ها چه در داخل چه در خارج اعتراض نمی کنیم، آقا دارید اموال ما رو می دزدید. و به راحتی نشستیم وقتی میبینیم کنفرانس یا نشست خبری نتانیاهو و دونالد ترامپ هست، خطای دید دارن ایجاد میکنن با اتفاقات و با درگیری های 70 و چند ساله بین فلسطینیا و با اسرائیل، براشون دست میزنیم، سود میکشیم.
هر ایرانی که در هر جای دنیا باشه و نسبت به تصمیم گیری های ضد منافع ملی ایران اون کشوری رو تایید بکنه، برای اون کشوری دست بزنه که پاسپورتش رو گرفته شده دو تابعیتی، ایران ستیزه، ضد ملیه، همسو با جمهوری اسلامیه، دشمن من و تو ایرانیه. کسی که پاسپورت یک کشور دیگه رو گرفته شده دو تابعیتی، فرقی نمیکنه برای کجا باشه، در وهله اول موظف منافع ملی کشور دومشو که بهش پاسپورت داده رو حفظ کنه و از اون حمایت کنه. تمام ایرانیایی که در اسرائیل هستن بعد از این کنفرانس تو پوست خودشون نمی گنجیدن. همین افرادی که از اورشلیم و از تل آویو و از اینجاها برنامه میذارن بارها پست‌های مختلف گذاشتن که بترسید از موقعی که نتانیاهو با دو تا بمب اتم ایران رو نابود کنه، و آرزوشون این بود که ارتش اسرائیل با بمب اتم به کشور ما حمله کنه، نمیگم جمهوری اسلامی. چرا؟ چون اگر اسرائیل، اگر آمریکا در رأس اینها، اگر انگلستان بخوان جمهوری اسلامی رو از روی سیستم جهانی، از سیستم حکومتی در ایران حذفشون بکنن، در کسری از ثانیه، در کمتر از یک ساعت این اتفاق رخ میده، به همین راحتی. وقتی ما میبینیم خطاهای دید، تله‌های انفجاری، تله‌های گازنبوری برای ما گذاشتن، دائما هم گیر میکنیم و براشون دست میزنیم، سوت میزنیم، جیغ و هورا میکشیم، جامعه جهانی میگه چی؟ میگه مردم ایران فعلا بیدار شدن اما هنوز هوشیار نشدن. آدمی که صبح از خواب بیدار میشه از خواب بیدار شده، اما وقتی باهاش صحبت میکنی مغزش هنوز به اون هوشیاری نرسیده که عکس العمل نشون بده. اگر اتفاقی بیافته زمان میبره بفهمه، چون هنوز مغزش بیدار نشده، هوشیار نشده. مردم ایران امروز بیدار شدن اما ظاهرا هنوز به هوشیاری لازم نرسیدن. صلح خاورمیانه چه به قول آقای قاسمی چه ربطی به اسرائیل در عراق و سامرا داره؟ چه ربطی به آمریکا داره؟ اون موقعی که ما اومدیم گفتیم بعد از حمله آمریکا به عراق در یک زد و بند سیاسی پشت پرده خیلی از مسئولیت‌ها در خاک عراق توسط آمریکایی که در ظاهر در روی پرده دشمن جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی هم دشمن اون هست سپرده شد به جمهوری اسلامی، در واقع سپرده شد به سپاه قدس، به قاسم سلیمانی. زمانی که ما اومدیم اعلام کردیم برای اولین بار از رستاخیز سیمرغ که عزیزان سپاه قدس تروریستی یعنی سپاه اورشلیم، یعنی سپاه مدافع منافع ملی کشوری به نام اسرائیل، نه سپاه مربوط به ایران، کجای قانون اینو گفته که رستاخیز سیمرغ من و سعید قاسمی بیایم اینها رو افشاگری بکنیم، فوشای خارمادرشو ما بخوریم، تهمتاشو ما بشنویم؟ بعد از 6 ماه، بعد از 1 سال در رسانه‌هایی که به قول شهرام استیکر فروش میلیون دلاری دارن هزینه‌شون رو میدن بیان اونها رو از زبان ما بشنون و یکی به ما بگه مزدور جمهوری اسلامی، یکی میگه مزدور سپاه، یکی میگه نمیدونم شاولایی، یکی میگه چماق به دست، یکی میگه ما اسرائیلی هستیم، در تلویزیون ایران اینترنشنال محسن سازگارا میگه ما فلسطینی هستیم. چرا بیخردانه توجه نمی کنیم که بخشی از جامعه امروز ساکن در اسرائیل بخش اعراب و مسلمان اون هستند به عنوان یک کشور دموکرات؟ کدام یک از این اتفاقات میتونه که امروز در ایران داره رخ میده میتونه در اسرائیل رخ بده که همین اعراب مسلمون بگن آقا ما میخوایم این بخش از کشورمونو، این بخش از منطقهی که ما زندگی میکنیم و جدا کنیم؟ چرا؟ چون ادیانمون با هم مختلفه، چون حالا زبونهامون با هم مختلفه، ما میخوایم آموزش فلان،
چرا جلوی همه اینا رو گرفتن؟ توپ انداختن تو خاورمیانه، توپ انداختن تو کردستان، ایران و عراق و سوریه و ترکیه، توپ انداختن تو منطقه ترک زبان یا آذری. به تو میگیم ترکی، میگه آقا ترکی نیست آذریه، میگیم آذری، میگه آقا آذری نیست ترکیه، ما وسط زمین گیر کردیم هنوز خودمون. توپو بندازن تو منطقه استان خوزستان، بندازن استان سیستان و بلوچستان. خطای دید عزیزان، خطای دید از روز اول خطای دید رو ایجاد کردن. امروز اسرائیل به تمام منافعی که میخواسته رسیده، کش و قوس پیدا کردن انتخابات نخست وزیری در یک کشوری به اسم اسرائیل در دوره بنیامین نتانیاهو. خیلی جالبه نه؟ دوبار انتخابات گذاشتن، دولت نتونستن تشکیل بدن. این صحبتیه که عوام بر اساس خطای دید روی پرده داره میزنه، عوام. اما خواص میدونن که اون چفت و بست های پشت پرده جوری با هم تنظیم میشه که مثل یک زنجیر موتور یا زنجیر دوچرخه باید سر جای خودش و در یک حرکت دوار همزمان با هم بچرخن. شما نگاه کنید انتخاباتی که در آینده میخواد شکل بگیره چند تاست. انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا، انتخابات مجلس در جمهوری اسلامی 1400 اگر جمهوری اسلامی سرنگون نشه، انتخابات ریاست جمهوری در ایران در جمهوری اسلامی، چند تا انتخابات مهم دیگه ما در کشورهای مختلف جهان داریم که مثل زنجیر مرتبط هستند با این انتخابات. در واقع اگر خواسته باشیم از واژه درست استفاده کنیم، انتصابات. خطای دید چیز کوچکی نیست. درود بر شما جناب مهربانی گرامی، خیلی خوش آمدید. درود میفرستم به شما جناب کمالپوری گرامی و جناب قاسمی، امیدوارم پرتوان باشید. همچنین درود میفرستم به تمام بینندگان شما، باشندگان در برنامه. بسیار سپاسگزارم که این فرصت رو به من دادین که در رابطه با سند کیونیم یک صحبتی بشه که بسیار بسیار مهم هستش. البته پیشتر در واقع در رابطه با سند کیونیم توی یکی از برنامه‌های جنبش یه سری توضیحات رو من دادم، اما واقعیت فرصت نشد. قرار بود اینو به سطح یه مقاله در بیاریم، فرصت نشدش. من از همه همیهنان پوزش میخوام، اما به زودی این کار رو خواهم کرد و این مقاله جامو کاملش رو طبق اون سند روی خروجی های جنبش خواهیم گذاشت که دقیقا اتفاقی که داره میفته طبق اون طرح هست. من خلاصه در رابطه با این سند کیونیم یه چند تا موضوع رو اشاره کنم. در واقع سند کیونیم مهربانی، شما همون فرتورایی که بر من ارسال کردین رو میتونید همزمان با صحبت که میکنید روی گفتارتون شیر اسکرین کنید دوستان ببینن؟ با موبایلم نه. اوکی اوکی، بفرمایید بفرمایید. خودت هم شاید بتونی این کارو بکنی، نمیدونم، یا جناب قاسمی. شما بفرم سعید جان، شما این کارو بکن لطفا. سپاس. بله بسیار سپاسگزارم. ببینید خیلی خلاصه بگم سند کیونیم در رابطه با چی صحبت میکنه. جناب قاسمی از اون تصویر نخست اگر آغاز کنید خیلی خوبه، اون تصویر اسرائیل بزرگ. در واقع سند کیونیم بوزش بخوام، دو تا برای من فرستادی شما. چرا یکی دیگه هم بالاتر هستش که اگر بزنید روی اون، الان براتون ریپلی میکنم، اجازه بدین. آره فوروارد کنم. این هستش، براتون ریپلی کردم.
نه نه این نیستش، ریپلی کردم. دربیا از روی چیز همینه دیگه جان مرانه. بله بله همینه همینه. ببینید عزیزان، سیاست های اسرائیل سالیان ساله که در واقع برگرفته شده از یه سری خرافات اکدی هسته که در تلموت و در واقع تورات یا آنسیان تستمان جمع شده، دقت فرمودین، و اصلا پایگذاری این سیاست که از سوئیس آغاز شد بر این پایی است. من این نکترم اشاره بکنم، چو ایران مباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک سر مباد. اصلا ما کاری نداریم. ببینید صحبت ما صحبت ایران هست، صحبتی که من الان دارم انجام میدم برای تو ایران صحبت میکنم. اسرائیل و فلسطین چه غلطی میکنن اصلا به من ارتباطی نداره، برن انقدر تو سر کول همدیگه بزنن تا جونشون در بیاد، جفتشون دشمن ما هستن. اسرائیل که توی این جریان 57 دست داشته، یکی از ابزارهای مهم بوده که یک بخششو الان صحبتشو کردن. فلسطین هم که خب اونا هم باز دشمن ما هستن، یاسر عرفات اومدش اونجا و در واقع اون کارها رو انجام داد. این سیاه‌بازیایی هم که جمهوری اسلامی داره در میاره دیگه، امروز واقعیت اگر کسی یک جو خرد داشته باشه امروز متوجه شده که اصلا اصولاً جمهوری اسلامی نوکر اسرائیل و آمریکا و روسیه و انگلیس دیگه. جناب قاسمی و جناب کمالپور توضیحاتو دادم، من نمیخوام روی این قضیه بیام، فقط خواستم اشاره بکنم که صحبت ما صحبت ایران است، صحبت میهن پرستان صحبت ایران است، دقت فرمودید؟ وگرنه بر باور من، من ایرانی اصلا سر به تن هیچ کدوم اینا نباشه. به من چه ربطی داره؟ من همین یه وجب کشوری که برام مونده رو نگه دارم سه، دقت فرمودید، چرندیاتی که این مشتری حمالا میگن، جهانگوشایی که مردم دارن فرید میدن این مشتری حمالا انجام میدن، اونا سرشو بخوره. ما همین یه وجب رو نگه داریم، دریاهام رو نگه داریم. بنابراین این رو خوب عزیزان بهش دقت داشته باشن، چون ما اینجا یه دشمن نداریم، ما اینجا ده ها دشمن داریم. سیاست جهان دشمن ماست. جمهوری اسلامی رو فرستادن اونجا و در حال بسترسازیه، به هم دیگه پاس میدن. جناب قاسمی اشاره داشت، جناب کمال پور هم اشاره داشت، تو برنامه های مختلف هم همه میهن پرستان بهش اشاره داشتن. صحبتی هم که من در رابطه با سیاست اسرائیل که میگن برگرفته از خرافات اکدی هست که در مجموعه به اسم تلمود جمع شده، اونم دکتر سروش مهراد توضیحات لازمو دارن دادن در بیش پیش در. نقشه اسرائیلی که شما نگاه میکنید با اون ستاره داوود، اون خط آبی بالا و پایینش در واقع فاصله حد و مرزی هست بین اروندرود و اون رود نیل، بین رود اروندرود و رود نیل. اروندرود هم همون دجله و فرات امروزی میشناسید، دقت فرمودید؟ اینها رو بیشتر جناب دکتر سروش مهراد هم در آتش صحبت کردن، جناب آصفی‌کی هم در آتش قبلا صحبت کردن. بنابراین و خیلی از میهن پرستان این مسئله رو میدونن، خصوصا این موضوع سپاه قدس که اصولا همه حرکت هایی که جمهوری اسلامی تا به امروز کرده هیچ کدومش به نفع منافع ملی ایران بوده، یک دونشون نام ببرید، دقت فرمودید. بنابراین این صحبت ها اصلا کسایی که این ملیجک ها و این مشلی همبالا رو اینا رو بریزید دور، صحبت ما صحبت ایران هست. حالا هر کی میخواد خوشش بیاد، هر کسی هم نمیاد خوشش نمیاد، بره سرشون محکم بزنه به دیوار که جون از تنش دهر بیاد. یه چیز ری بگید. حالا این سیاست اسرائیل که روی خرافات اکدی و اینا که مجموعش در تلموت و تورات جمع شده یا آنسیان تستمان، محتوایی هست که در واقع یهودیا بهشون میگه آقا شما قومین، میگن اونجایی که به نفعشون باشه میگن نه ما قوم نیستیم ملتیم، اونجایی که به نفعشون باشه میگن نه ما قومیم، پراکنده در سر تا سر دنیا. ما بالاخره نفهمیدیم اصلا اسرائیل یهودیت قوم ملت اتنیک چیه. اول اینو تکلیف این یکی رو باید روشن بشه که آقا وقتی ما میگیم مردم یهود اینا چی هستن، اسرائیل به عنوان یک نیشن هست یا یک قومی هست پراکنده در جهان.
اینا هنوز نتونستن تکلیف خودشون رو پس از حالا اون تاریخی که خودشون عنوان میکنن روشن بکنن. این یه نکته. نکته بعدی این هستش که عزیزان سند کیونیم در واقع اودیدیون یکی از کارشناسای ارشد وزارت خارجه و دفاع اسرائیل بوده که وقتی طرح اسرائیل بزرگ که اینجا شما الان نقشه‌ش رو روی چیز می‌بینید، این فاز تقریبا این فاز نهایی نیست، فاز نهاییش به ایران و افغانستان کشیده خواهد شد، دقت فرمودید. این فعلا چیزی هستش که اینا میخوان در واقع تا پایان قرن بیستم یا اون قرن بیست و یکم این رو پایگذاری بکنن بر مبنای اون صحبتایی که در تلمود اون خرافات اکدی و اون چیزایی که به خودشون میگن به اسم پیشبینی ازش یاد میکنن، میخوان پایگذاری بکنن. دقت فرمودید. طرح بعدیشون که الان همین الان هم داره به گونه اجرا میشه ایران و افغانستان هست و اودیوم میاد یک موضوعی رو در واقع متوجه میشه اونجایی که میفهمه که خب این قضیه اگر بخواد به اجرا گذاشته بشه خب اصلا کل خاورمیانه منفجر میشه، میلیون ها تن آواره میشن، کشته میشن و اصلا جنایت ها خواهد شد. میاد با یه شخصی به اسم اسرائیل شارک این رو عنوان میکنه و این موضوع رو فاش میکنن. دقت فرموده این موضوع بسیار حائز اهمیت هستش و در نهایت این در واقع طرح در یک روزنامه‌ای به اسم کیونی منتشر میشه، به خاطر همین اصلا به نام سند کیونی معروف هستش. این طرح میاد در واقع تمام کشورهای میان رودان و یا خاورمیانه رو میاد آنالیز میکنه، از سوریه و عراق و عربستان و ایران و افغانستان و ترکیه و یمن و اردن و و و و و مصر و لیبی و لبنان و الجزایر و شمال آفریقا و خاورمیانه رو میاد تمام این کشورها رو آنالیز میکنه و نهایتا به این نتیجه میرسه که اینها دارای در واقع مردمان مختلفی هستند که اصولا ریشه ایرانی دارن، آریایی دارن، اما به واسطه گویش های متفاوتی که دارن و پس از اسلام هم به واسطه اون در واقع شیعه سنی بودن این موضوع در منطقه ما میتونیم بین اینا اختلاف بندازیم و اینها رو به جمعیت های کوچیک مبدل بکنیم که بتونیم هم روشون سلطه و کنترل داشته باشیم، هم نظر مالی، هم نظر سیاسی، هم نظر نظامی و در نهایتاً بتونیم اون طرح اسرائیل بزرگو که در تورات به اینا به قوم یهود در واقع مژده داده شده باشه یا اون سرزمین موعودشون رو بتونن پایگذاری بکنن. و خب این طرح روی بخش‌های مختلفی در واقع باید پیش بره. انگلیس و آمریکا هم که حالا اسرائیل خودش یکی از نوچیهای انگلیس هستش، اونم کاملا روی این طرح در واقع گام برداشتن و عملیاتهایی رو انجام دادن. شروع این طرح سال 57 بودش که در واقع با اون فاجعه‌ای که در ایران تولید کردن با براندازی سیستم پادشاهی در ایران و جایگزینی مهره‌های خودشون، دقیقا فرمودی که بتونن بسترها رو در منطقه فراهم بکنن. اگر ما امروز فریاد میزنیم که عزیزان اینایی که میان به اسم مخالفت با رژیم اینها میهن پرست نیستن، دشمن دشمن من حتما دوست من نیست، این رو ما بارها گفتیم. یه عده میگه آقا نگاه کنی خمینی اومد همه رو با همدیگه متحد کرد رفت فلان کرد، بیاین ما هم این کار بکنیم بعدا فکرشون میکنیم. نه، خمینی اگر خمینی گجسته اگر این کاری کرد به خاطر اینکه هدف اینها ویرانی بود، هدف اینها آبادی نبود. که ما هدفمون این هستش که جناب مهرآبادی این هست پوزش میخوام جناب مهرآبادی جناب کمال پور تصویر جناب مهرآبادی رو لطفا بزرگ کنید. بفرمایید. سپاس. ما هدفمون این هستش که بریم ایران رو پس بگیریم، آزادش بکنیم، آبادش بکنیم. بنابراین ما نمیتونیم با هر کسی بریم همبسته بشیم، ما نمیتونیم با اون کسی که میخواد صحبت از تجزیه ایران میزنه همبسته بشیم، ما نمیتونیم بریم مثلا با مهره های مافیایی همبسته بشیم. بریم با کی همبسته بشیم؟
میهن پرستان تعدادشون بسیار زیاده، بیشمار هستن، منتها میهن پرستان رسانه ندارن و پشوانه رسانه ندارن و پشوانه این سیاست های کشورها رو ندارن، چون تمام این کشورها چشم دیدن میهن پرستان رو ندارن، این رسانه ها چشم دیدن میهن پرستان رو ندارن. اگر برای مثال من و تو میاد یک چه میدونم مستندی از رضا شاه بزرگ نشون میده، این به خاطر عاشق چشم و ابرو بودن من و شما نیست، به خاطر میهن پرستیش نیست، این به خاطر اینه که بیاد اعتماد جلب بکنه، بیننده جلب بکنه، تا به زمانش که رسید بتونه سموم لازم رو به جامعه بده. به مانند همین آخرین مصاحبه‌ای که این یارو زراعتیه که زارعی زراعتیه با قومی نژاد کلایی انجام داد، دقت فرمودید، میاد از اون ور رضا شاه رو میسازه مستند رضا شاه بزرگ، از اون ورم میاد با این قومی نژاد صحبت میکنه، قومی نژاد هم بعد میگره میگه بعد من میخوام ریاست جمهوری بشم، خب یکی به این نیست بگه هنوز نه به داره نه به باره، تو اومدی نوع حکومت آینده مشخص کردی، از اینجا مشخص میشه شما چقدر دموکراتین، شما چقدر به حرف مردم هستین، شما چقدر مردم دوستین، ارواح عمتون، شما چقدر میهن دوستین، یا اون علی جامردی پس فطرت تجزیه طلب بی پدر مادری که میاد پادشاهی خواهان رو تهدید میکنه، میاد به شاهزاده توهین میکنه، میاد در رابطه با تجزیه ایران و قومیت ها صحبت میکنه و این چرندیات رو میگم. بنابراین اینها همه دشمنان جان وجودی ایران هستن. جمهوری اسلامی هم که اصولا مترسک و دست نشانده این مافیا هست که بسترها رو فرام کرده برای این قضیه، دقت فرمودی، و ایران هم از 2500 سال پیش به این ور صدها بار تجزیه شده، ایران از 150 سال پیش به این ور 5 بار تجزیه شده، نشینید بگید ایران تجزیه نمیشه، اتفاقا ایران بستر تجزیه شدن رو داره با تمام این مافیاها، با شوربختانه بخشی از مردم که ناآگاه هستن و خائنینی که وجود داره، دقت فرمودید، ما همیشه ضربه از خائنین داخلی خوردیم در طول تاریخ، دشمن خارجی نتونست به اون صورت با ما کار بکنه، اگر هم مثلا اومدن یه کارهایی کردن، یه حرکتهایی انجام دادن، نهایتا رانده شدن، پس زده شدن، اما اون خائنین داخلی بودن که نفوذ اون دشمن ها، دستان اون دشمن ها و اهریمن رو همیشه دونستن در ساختار سیاسی ما نگه دارن، دقت فرمودید. بنابراین ما یک بار برای همیشه بعد این موضوع رو در نگه داشته باشیم که میهن پرستان با آگاهی کامل، به قول جناب کمالپور مثال خوبی زدن، وارد دام ها نشیم، اون خطای دیدی که برامون درست میکنن جو زده نشیم، جوگیر نشیم، یک موضوع رو چندین بار بررسی کنیم، آنالیز بکنیم، اجازه بدیم حداقل 4 تا میهن پرست بیان نظرشون رو بدن، آنالیزشون رو بگن، تا ما به یک اجماعی برسیم، دقت فرمودید. بنابراین عزیزان، تمام این مسائلی که داره انجام میشه خصوصا در سوریه و عراق، ما از سال 57 شاهدش بودیم در سوریه و عراق، که اگه نقشه‌هاشو دوباره نشون بدید، تمام این بخش بندی های قومیتی رو اینا انجام دادن و امروز عملا برای مثال نقشه سوریه رو شما با رنگ های مختلف که نگاه میکنید، اون بخش هایی که در واقع کردا هستن، شیعه ها هستن، سنی ها هستن، اون بخش ارتش مثلا ارتش آزادش هست و و و اینا رو با رنگ های مختلف اومدن نشون دادن، یعنی اینها این تقسیم بندی ها رو کردن تا بیان آرامش رو برقرار بکنن، نهایتا هم میان توی مجلسشون، آدمای خودشون میان تو اون مجلس رأی میدن به مرزبندی، وقتی هم که اون مجلس رأی بده به مرزبندی، سازمان ملل هم قبول میکنه و کشورهای جدید تأسیس خواهند شد. در عراق هم اینا این کارو کردن، دقت فرمودید، در ایران هم در حال انجام این کار هستن و اصولا جمهوری اسلامی 40 سال است، اینم نقشه عراقش هست، اصولا جمهوری اسلامی 40 ساله که تمام این بسترها رو فراهم کرده، حالا از نظر اون ناعدالتی های اجتماعی، عدم در نظر گرفتن حقوق شهروندی و خیلی از مسائل دیگه، و مهره هایی هم که پرورش دادن ارسال کردن و این ور مافیای آمریکایی، مافیای انگلیسی، مافیای روسی، مافیای اسرائیلی، مافیای فرانسوی و آلمانی دارن اینها رو پرورش میدن، اینا هم صبح تا شب شما تو تمام رسانه ها میبینید دیگه، از فکستانی های لس آنجلسی بگیر تا فکستانی های لندنی، اصولا رسانه های فارسی زبان چه در داخل و چه در خارج
هیچ کدومشون میهن پرست نیستن. اگر دو تا دونه میهن پرستم شما در اینا میبینید فقط به خاطر اینکه بیان در واقع کردیت برای خودشون بگیرن، اعتبار برای خودشون بگیرن که بتونن تعفنات سیاسی خودشونو در برنامه‌های خاص در واقع به خورد مردم بدن. به مانند مثلا مثالی که در رابطه با من و تو زدم، یا ایران اینترنشنال که مثلا میاد تمام اون جریان آبان ماه رو نشون میده، بعد تحلیلگران و تفسیرگرانش یا اصلاح طلب هستن یا ارسالی ها جمهوری اسلامی هستن. شما در این میانه شما هیچ میهن‌پرستی رو نمیبینی، هیچ ایرانگرایی رو نمیبینی، هیچ پادشاهی خواه راستینی رو شما نمیبینی، وجود ندارن اصلا، سمت اینها نمیان. دقت فرمودید؟ بنابراین ما از همین فضای مجازی میبایست بهترین بهره رو بگیریم. میهم پرستان که تا به امروز هم خیلی خوب پیش رفته، بیاییم با هم همبسته بشیم، همازور بشیم تا کشورمون رو بتونیم از اشغال در بیاریم. به هیچ کدوم از اینها نمیتونید اعتماد بکنید و این صحبت بسیار اشتباهه که آقا بذاریم جمهوری اسلامی بره همه بریم تو، بعد ببینیم چیکار بکنید. اگر این اتفاق بیفته قتل عام شدید میهن پرستان و پادشاهی خواهان رو خواهد داد و یک سیستم فاشیستی بی نهایت دیکتاتوری هزار برابر بدتر از هیتلر و جمهوری اسلامی میاد در سر کار تا نطق تمام میهن پرستان رو بکشه. این یک واقعیت که داره اتفاق میفته. حالا شما میخواید بیای چه میدونم برای خودت تخیل پردازی بکنی طبق یک سری رویاهایی که برای خودت نشستی بافتی که آی مملکت آزاد بشه، اینطوری خواهد شد، اونطوری خواهد شد، این با این تخیلات بخوای این کارو بکنی، میشه این سال 57 که یک گجستک خمینی میاد بقیه رو قتل عام میکنه، قدرت رو قبضه میکنه. این یک واقعیتی که داره اتفاق میفته و این مهرای مافیایی که هیچ دلبستگی نه به ایران دارن نه به ملت ایران دارن و یک مش انسانهای پوچ پوپولیست بدون مغزی هستن که به راستی درستی این مترسل این نخاشونه که میکشن، این هم دست و پا میزنن، اونها رو میذارن بر سر قدرت و هر کاری که دوباره اون مافیا بخواد با ایران و ایرانی انجام خواهد داد. بنابراین از خواب و رویا بعد اومد بیرون. نبرد ما هم با جمهوری اشغالگر اسلامی هست، هم با این مافیای ایران ستیز هست، هم با تمام این در واقع مهره هایی که میخوان ایران رو نهایتا ببرن به اون سمتی که در واقع نابودش بکنن، از بین ببرنشون. گمان نکنید که اگر امروز ما جمهوری اشغالگر اسلامی رو برانداختیم دیگه همه چی گل بلبل خواهد بود. نه، اینطوری نیست. کار ما به مراتب سخت‌تر از امروز خواهد بود. دقت فرمودید که حواسمون به تمام توطئه‌ها باشه، تمام این باندهای مافیایی باشه که قدرت و ثروت و نفوذهای سیاسی هم دارن. بنابراین عزیزان، هیچ کشوری، اینو خود شاهزادم بارها اشاره کرده، هیچ کشوری دلش به حال من و شما ایرانی نسوخت. اونا دنبال منافع خودشون هستن. اما من و توی ایرانی اگر میخوایم دلمون با حال خودمون میسوزه، بشیم با خودمون رو راست باشیم و اگر به راستی و درستی میخوایم کشورمون از اشغال در بیاریم، پسش بگیریم و میهن پرستان به مسند قدرت برسن که این کشور رو بتونن بسازن، در اون آشوب منطقه این کشتی رو بتونن به یک ساحل امنی برسونن و بعد بسازنش، آبادش بکنن و به قدرت برسوننش دوباره، بیاییم با خودمون رو راست باشیم. نه مسیح علی نژاد، نه نسرین ستوده، نه این جوامردی پسفتت تجزیه طلب، نه این تلویزیون های فکستن لس آنجلسی در رأس شهرام همایون ملقب به شارلاتان، نه این تلویزیون های فکستنی لندنی، هیچ کدومشون برای ما درد چاره نخواهم بود. درد چاره ما خودمون هستیم، میهن پرستان هستن، مردمی که در درون خیابون هستن و فریاد جاوید شاهای ما. این رمز پیروزی هستش، هیچ راه دیگه هم وجود نداره. وارد احساسی عمل نکنیم، بازیچه نشیم و هشدار بدیم به همسایمون، هشدار بدیم به بغل دستیمون، هشدار بدیم به پسر خالمون، پسر عمومون، دختر عمه، دختر خاله، به فک و فامیلمون، به در همسایمون هشدار بدیم.
که وارد این دام و وارد این بازی نشن. فقط با فریاد جاوید شاه هست که میتونیم همدیگر رو پیدا بکنیم، مردم میتونن همدیگر رو پیدا بکنن و فقط با فریاد جاوید شاه هست که میتونیم نقشه های اینا رو برهم بریزیم. دقت فرمودید؟ از این رسانه ها هم تا به امروز هیچ آبی گرم نشده و من گمان نمی کنم که گرم خواهد شد، مگه اینکه سیاست ها تغییر پیدا بکنه یا اینکه بخوان چه میدونم یه اتفاق خاصی بیفته که ما میهن پرستان رو بالاخره در رسانه ببینیم. و میهن پرستان بسیار زیادن، بسیار بیشمارن، با تحصیلات بالا، با شایستگی های بالا، خصوصا در درون مرز و همچنین در برون مرز. اما بخش عمده اینا اصلا نمیان وسط، چون فایده ای نداره بیان وسط، چون اینها تمام میدان رو گرفتن. مهره های مافیایی، ایران ستیزان، ارسالیا، مهره های جایگزینی، همه میدان رو گرفتن به واسطه این رسانه ها. دقت فرمودید؟ اما خوشبختانه خب این فضای مجازی این پل ارتباطی رو برقرار کرده و هستن دوستانی مانند جناب قاسمی و جناب کمالپور و دیگر که عزیزان بیان و مسائل مهم رو برای جامعه بازگو بکنن. و شما این با همین تریبون های کمی که ما شماها دارید، ماها داریم، میهن پرستان دارن، ما میبینیم که در واقع این رسانه های چند ملیتی همه به زانو در اومدن، یا مثلا بچه های ملیگرای مردمگرا، اینها کسایی هستن که میان به راستی و درستی واقعیت ها رو عنوان میکنن. دقت فرمودید؟ بنابراین عزیزان بدون اینکه ما در دام و تو بغل کسی بریم، حالا میخواد آمریکا باشه، ترامپ باشه، پومپو باشه، نمیدونم فلان باشه، رب فروهر این مانی خدابخشیان شاد، واقعا فروهر شاد اومد یه تخم لق اینو انداخت تو دهن مردم و این تخم لق هنوز که هنوز کار دست مونده. عزیزان ما فقط باید رو خودمون حساب بکنیم، رو هیچ کسی، رو هیچ کسی نمیتونیم، چون فعلا در این شرایطی که هستیم ما دوستی نداریم، هیچ دوستی نداریم. من صحبتم با میهن پرستانه، صحبتم با قومی نژاد پس فطرت ارسالی مهره مافیایی که خودش یک تجزیه طلب هست، صحبتم با جوانمردی پس فطرت تجزیه طلب نیست، صحبتم با اینها این ملیجک ها و این مشعلی حماله نیست، صحبت من با میهن پرستان هست، صحبت من صحبت ایران هستش. دقت فرمودید؟ بنابراین ما به پشتوانه خودمون هستش که میتونیم به راستی و درستی از این بنبست تاریخی رهایی پیدا بکنیم. من صحبتایی که میبایست زدم دوستان عزیزان، اگر صحبتی مطلبی هست بفرمایید، در غیر این صورت من میرم و شما به بحثتون ادامه بدید. من بروانی یه سوال از شما دارم. بعد یه تیکه صحبت آقای نتانیاهو در کاخ سفید رو گذاشتم، نمیدونم شنیدی شما این صحبت یا نشنیدی؟ نه کامل نشنیدم، ولی قبلا هم دیده بودم یه سری صحبت هایی کرد. الان من چون توی رفت آمد بودم که عکس رو نوشتم نشنیدم، ولی بگو صحبتو بیان کن. نه یه اتفاقا نه این هیچ کجا مطرح نشده تا همین الانی که داریم صحبت میکنیم، بعد از 3-4 روز که از این اتفاق معامله قرنشون به قول خودشون گذشته، اون نکاتی که باید بهش اشاره بشه، یکیش همین، نمیدونم اگر جناب کمالپور بتونن پخش کنن شما میتونید بشنوید، میخوام نظرت رو بدونم راجع به این و بعد از حضور شما ملخص شد. جناب کمالپور میتونی یه بار دیگه پخش کنی جناب مهرانی بشنوه؟ شما پخش کن، من این وسط صدا رو باز میکنم ایشون بشنوه. رویتی که تدوی قرار دادید در نقشه سرتون اسرائیل در اونجا خواهد بود و اسرائیل میشته و مربوط فوراً در باری سر با اونها با مذاکره بکنید. فوراً کامپیوتر نگاه میکنم میشنه و بدون توجه به تصمیم فلسطینیان، اسرائیل حفظ و حراست خواهد کرد مسیر سر رو در سال. رویتی که تدوی قرار دادید در نقشه سرتون اسرائیل در اونجا خواهد بود و اسرائیل حاضر خواهد بود فوراً درباره صلح با اونها با فلسطینیان مذاکره بکنید. فوراً بدون توجه به تصمیم فلسطینیان، اسرائیل حفظ و حراست خواهد کرد مسیر صلح رو در سالهای آینده. به مدت 4 سال اسرائیل حفظ و حراست خواهد کرد وضعیت رو در جاهایی که نقشه شما نمیگه حتما در آینده جزء اسرائیل خواهد بود.
قوانین خودمون رو در اردن پیاده خواهیم کرد، رو جوامع یهودی در سمره و جاهای دیگری که نقشه شما اونا رو شامل نمیشه در حال حاضر، ولی ایالات متحده قبول کرده که اونها رو به رسمیت بشناسه به عنوان بخشی از خاک اسرائیل. من دوست دارم این نکته رو. خب این داره عملا میگه دیگه، میگه در رابطه با مسائلی که حتما شما روش صحبت نکردید، نقشه شما در اونجا صحبت نمیکنه، در اردن، در بصره، در سامره، و ما منتظری هستیم که ایالات متحده اونجا هم به رسمیت بشناسه. خب این در رابطه با دقیقا همین سند کیونی میگه، من برای شما توضیح دادم، داره صحبت میکنه دیگه. نه خفم دقیقا جامران میگه که خوشحالم که ایالات متحده اونا رو به رسمیت شناخت، شناخت تموم شد، داره میگه خوشحالم که اونا رو به رسمیت، هرچند توی این سند اسمی ازشون نیومده و نبایدم بیاد. دقیقا دقیقا، ببینید اون نقشه رو بذار جناب کمالپور، اون زمینه قرمز داره جناب قاسمی یا جناب کمالپور بذار زمینه قرمز، دقیقا در تو همین نقشه داره صحبت میکنه و دقیقا این همون طرحی هستش که سند کیونی. من قول میدم به عزیزان من این مقاله رو هر چه سریعتر، اون بخشایی هم که ترجمه نشده این نه اون یکی زمینه قرمز داره، زمینه صورتی داره، اونی که ریپلی کردم برات. شما صحبت کنید من الان میذارم. خواهش من دقیقا همین هستش. تو این من واقعا پوزش میخوام، من این برنامه سند کیونیمو یک سال و نیم پیش اجرا کردم، روی یوتیوب جنبش هست، عزیزان میتونن برن ببینن، در رابطه با صهیونیسم، پیدایش صهیونیسم و این سند کیونیم هم توضیح داد. اینا دقیقاً چیزی که نتانیاهو داره صحبت میکنه این نقشه هستش. دقت فرمودید؟ اگر قرار باشه که نتانیاهو بیاد روی این نقشه صحبت کنه و اون رجزخانی ها رو بکنه، خب ما کاملا نقشه هخامنشی رو داریم. من پیشترم عنوان کردم اسرائیل رو ما به رسمیت میشناسیم چون اسرائیل یکی از ساتراپی های ایرانه، اسرائیل یکی از استانهای ایران بوده در زمان کوروش، در زمان هخامنشیان، و میتونه یکی از استانهای ایرانی هم ایران هم بمونه. به عنوان اسرائیل ما در این جهت، در این راستا به رسمیت میشناسیم. تمام اون نیروگاه نظامی هخامنشیان هم اونجا در واقع روی مرز لبنان و اسرائیل، اینا از نظر باستانشناسی هم در اومده و روش صحبت شده، بنابراین هیچ صحبتی نیست. اگر اسرائیل بخواد به این خرافات اکدی توجه بکنه یا با این خرافاتی که در یک مزخرف نامه، دقیقا مثل تازی نامه، این هم یه مزخرف نامه دارن به اسم مثلا تلمود، مثلا این مسلمان ها شیعه یه چیز دارن به اسم نهج البلاغه، نمیدونم فلان، توضیح المسائل، یا این چرت و پرت هایی که نوشتن، اون هم یه مزخرف نامه دارن به اسم نمیدونم آنسیان تستمان یا همون تورات، و یک مزخرف نامه دیگه به اسم تلمود دارن که خود خرافات اکدی توش هستش. دقت فرمودید؟ بنابراین اگر واقعا اینطوری باشه، خب ایرانی ها که بیشتر میتونن، یعنی ایرانی ها دستشون باستر، یعنی از نظر تاریخی، چون چیزهایی که اسرائیل عنوان میکنه یا قوم یهود، میگم دوباره تکرار میکنم، مردم اسرائیل تکلیف خودشون رو روشن کنن، نیشن هستن یا اتنیک هستن، این رو بیان تکلیفشون روشن کنن، آقا شما ملتید یا قومی پراکنده در جهان. این یه نکته. نکته بعدی اینجا هستش که اگر قرار باشه اسرائیل بیاد مثلا روی این خرافات مثلا تلموتی بیاد این مزخرفات رو بگیه که نه سندی هست و در واقع اون ثبت باستانشناسی ازش وجود داره، دقت فرمودی؟ ما ایرانی ها بیاد این نقشه رو ارائه بده، ما ایرانی ها که بیشتر میتونیم اقدام کنیم، ما نقشه هخامنشی رو میذاریم میگیم آقا این ایران همه هم باید گردن بنهد. آخه این یاوه‌گویی ها چیه؟ این چرنگویی ها چیه؟ و کسایی که میان از این چرنگویی ها حمایت میکنن، اینا یا خرد باختن یا انقدر نادان هستن که متوجه صحبت ها نمیشن یا دست نشاندن، و خب از چیز دیگه ای وجود نداره که. دقت فرمودی؟ دست نشاندن، مزدورن. مزدور که حتما مال جمهوری اسلامی نیست، مال آمریکا و انگلیس و اسرائیل هم هستش دیگه، دقت فرمودی؟ بنابراین عزیزان دقت داشته باشیم، وارد این دام ها نشیم. البته ما
بزرگترین کاری که میتونیم انجام بدیم و بهترین کار و درستترین کاری که میتونیم انجام بدیم در این وامصیبت ها، در این شهرآشوب که چه میدونم اصلا همه چی به هم ریخته و هر کسی داره این وسط تیکه ایرانو میکنه، روسیه پس بتر دریای کاسپیان ما رو برده که اصلا توی برنامه تلویزیون میگه عملا دریای کاسپیان هست کردن روی نقشه، حالا امیدوارم بهش پرداخته بشه در برنامه‌تون. نمیدونم اون یکی میاد جزیره هامونو میبره، اون یکی میاد نمیدونم یکی دیگه میکنه، این چه میدونم اسرائیل هم میاد مدعی میشه که تمام خاورمیانه بعد اسرائیل بود، اصلا یک دیوانه خونه اینا را انداختن دقیقا مرغ پختم خندش میگیره در آبلم. یعنی یکی یه 2000 خرد داشته باشه، 2000 درک داشته باشه، 2000 درد وطن داشته باشه، اصلا باید بزنه تو بر دهان اینها، بر دهان تمام کسایی که میرن از اسرائیل و آمریکا اینا اینطوری حمایت میکنن. اگر ما یک زمانی صحبت ترامپ رو کردیم و گه اوقاتی ما و دوستانمون صحبت ترامپ رو میکنن، عزیزان خوب دقت کنید، ما میبایست از این تغییر جهانی، من این سال پیش 4 سال پیش اون موقع که هنوز تلویزیون اندیشه وجود داشت و جناب کاردانی وجود داشت در اون برنامه گفتم که این روند صحبت من ساعت بیشتر از 5 سال پیش، جناب قاسمی شاید یادش باشه، این تغییر روند سیاستی که در جهان داره اتفاق میفته نبردی است بین اولترا لیبرالیست ها و پاتریوت ها، نبردی است بین جهان وطنی ها و میهن پرستان. ترامپ در این نبرد امروز در بخش میهن پرستان ایستاده، منتها میهن پرست که برای منافع کشور خودش داره کار میکنه. دقت فرمودید؟ حالا ما در این چرخشی که بین این قضیه سیاست، در این روند چرخش که در قضیه سیاست جهانی داره صورت میگیره، این صحبت هم 5 سال پیش هست، برنامهش هست روی یوتیوب جنبش هم هست، میتونن عزیزان برن کامل نگاه بکنن. ما باید از این بهره ببریم، بهره بگیریم، در خط میهن پرستان سیاست های جهانی بیستیم، کشورمون رو آزاد کنیم، ولی نریم در بندشون قرار بگیریم. میبایست، چون اونها میهن پرستان با اولترالیبرالیست ها مخالفن و اصولا جمهوری اسلامی نوکر و دست نشانده اولترالیبرالیست ها هست، ما میتونیم از این بازی سیاسی بهره رو ببریم. این صحبتی بودی که من 5 سال پیش انجام دادم و اون خط نبرد اولترالیبرالیست ها و پاتریوت ها رو اون موقع من باز کردم. کسی فکر نمی کنم در اون زمان این صحبت ها رو کسی کرده باشه، من خودم نشنم، اگر شما شنیدید عنوان کنید. بنابراین عزیزان، اگر هم گاهن از ترامپ صحبتایی میکنیم، این نیست که ما عاشق و ششعب روی ترامپ هستیم، نه، فعلا داره یک جورایی میتونه در واقع کارهایی که میکنه ما از اون کارها بهره ببریم برای آزادسازی کشورم، ولی این نیست که ما بخوایم بریم تو بغل ترامپ یا تو بغل چه میدونم پومپئو یا هر سگ و شغال دیگه، چون در نهایت اونها برای ما کاری انجام نخواهند، ما خودمون میبایست این کار انجام دیم، ما میبایست بهره ببریم از این حرکت هایی که داره انجام میشه در راستای آزادسازی کشورمون. دقت فرمودی؟ اینم خواستم بهش اشاره بکنم که گاهن اگر دوستان در رابطه با این موضوع صحبت میکنن بدونن دلیلش چی هست، اما در بطن خودمون میدونیم که اینها هیچ کدومشون دلشون با حال ما نسوخته. ما میبایست بریم در درون ایران میهن پرستان قدرت رو به دست بگیرن، کشور رو آروم کنیم، شرایطش رو فراهم بکنیم، یک رفاه اقتصادی به وجود بیاریم، تا بعد بریم روی سیاست‌های دیگه و مسائل دیگه، چه نظر منطقه‌ای و چه نظر جهانی و همچنین در اون رشد و توسعه ملی برنامه‌ها رو در واقع بتونیم به انجام برسیم. شایستگیش وجود داره، تواناییش وجود داره، اشخاصش وجود دارن، اما این پسفترت ها امثال چه میدونم دوزاری هایی مثل علی جوانمردی و نمیدونم این آتاشخال هایی مثل قومی نژاد و همه این کسایی که شما در این فکستانی های لس آنجلسی میبینی، اینها کاری کردن که میهن پرستان که دمارای اطلاعات، معلومات، سیاست، بینش، آگاهی، خرد، دانش هستن، اینها واقعیت بسط نیاد. این واقعیتیه. دقت فرمودید؟ این از ما هست که داریم در خط مقدم شمشیر میزنیم، بستر رو فراهم بکنیم که این اونها جرأت کنن بتونن وارد میدان بشن. و بدون تردید اگر مردم با فریاد جاوید شاه همچنان ادامه بدن،
با آگاهی، با هوشیاری، با حداقل گوش دادن به خودمون بین میهن پرستان و این همازوری که وجود داره، میتونیم در واقع این روند رو تغییر بدیم و این بازی رو تغییر بدیم و میهنمون رو پس بگیریم. نکته آخر دوستان، این ویروس کرونا، یه پرانتز باز کنم، این ویروس کرونا بسیار خطرناک میتونه باشه. دقت فرمودید، دستساز بیوتروریستی هست یا هر